سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بزرگترها، کوچیکترها، بزرگترهای که دارم ما رو میبینم دستشون رو میبوسم، کوچیکترها رو روی ماشون رو میبوسم. انشالله که حالا همه تون خوب باشه. این آقا اومده بود بخونه، منم یه دختر جوان بودم دیگه اون موقع، بعدم نیومد از آقا نجفی. بعد یواش یواش دیدیم نه این بد نیومدن یه خود همچین مثل اینکه محکمتر شده، رو با بالاتر رفت و بالاتر یادیم چشمون دیده و دلمون خواسته و خلاصه گفتیم بابا اینجوریه. ایشون به من گفتش که خانم من اینطوری با شما نمیتونم دوست باشم یا بمونم یا فلان. گفتم چجوری؟ گفتش که بعد گفت من اصلا اینجوری حاضر نیستم، شما اگر میخوای با من رابطه داشته باشی حتما باید بریم محضر. اون موقع رفتیم محضر رو عقد کردیم و شب اومدیم همه عروسی میکنن جشن میگیرن مهمونی میگیرن، اصلی از محضر اومدیم روی شیرم خونه خوش من رو رفتم خونه خودم همینطور. خلاصه این شد که دیگه مردم ما رو میدیدن با هم دیگه، ولی نمیدونستم ما زن شوهره. یواش یواش اونا که نزدیک بودن و با ما اومد رفت خلاف قانون، نه اصلا در چارچوب قانون اومد رفت داشتن اومد رفتشیم، اونا میدونستن. بعد خلاصه هیچی دیگه خدمت شما عرض کنم که این گذشت و یواش یواش با هم دیگه کار کردیم، با هم دیگه آهنگای خیلی خوب و قشنگ خوندیم. کمی آهنگا گرفت. خانم ببخشید من میخوام مثلا بینندهام یه مقدار بدونن دیگه، همه شما زندگی صحبت کردید. خلاصه خوندیم و دیگه سالها با هم زندگی کردیم، به جایی رسیدیم که الان من خدا وکیلی خیلی راضیم از شما. منم اینقدر خانومی شما به جایی رسیدیم که خیلی دوستانه مجبور شدیم، به خاطر اینکه سن من طوری بود، البته نه که متفاوت سنی زیاد داشت، من شرایطم طوری بود که دیگه بابا 35-6 سال بود سنم بود، بعد دیگه اگه میخواستیم بچه بشیم دیگه حالا کی میمد بچه نگرداره، من بچه کوچیکی نمیتونستم بگرم. خلاصه مجبور شدیم که چقدر عاقلانه بکرم، مجبور شدیم که خیلی دوستانه رفتیم محضر و از هم جدا شدیم بایدیم بیرون. بله خدمت شما عرض کنم که من با آقا نجفی خوندیم دیگه یه تعداد حدودش فکر میکنم 10 تا برای 2-3 داری خوندیم و خیلی هم گرفت و یکیش گل فروش بودم پشو بونی خانمو خوندیم من سخور الله با خانمشون بودم. بله یا نسی امو خدا وکیلی این ترانه که ما خوندیم عرض کنم که مخصوصا آی دختر گل فروز الانم تو سرمونه آهان آهان گل دارم یه سر بستم بون دارم گل باغ دلمه عطر آب و گلمه گلو مردم میدم به باغ بون نمیگم گلو مردم میدم به باغ بون نمیگم دلمو ارزم میدم وای دلمو ارزم میدم. بله قشنگه. من از کجا بدونم تو باغ بوری یا شنای خوب و یا هم دبونی شنختی آره بار حرفان تو بگو یالا شنختی خیلی اونم خیلی صفحه قشنگ بود. آقای توی دل همون خواهر که از به صلاح خود تشبه بردن جوان هم هستن عاشق این کارن به خدا میاد اینجا عاشقانه نه چیزی از ما میگیره ابدا درست نه عرض کنم که استفاده براش داره جز در نصد چیزی که ما نداریم اما عاشقانه بخاطر این که دوست داره عاشق این کار هستن. بله ببین چقدر ما هم همونطوری بودیم جوان بودیم عاشقانه دوست داشتیم صدای قشنگی هم خودش داره
از کمتر داود مقامی نیست. توحید رحم خواهر صداش خیلی قشنگه، خیلی عالی. انشالله که در آینده خواننده بزرگی بشه. من دلم میخواد ایشون رو ستاره ببینم توی این مملکت. خانم گیتا ببخشید، شما از چه سال شروع کردین؟ من از سال باید ارز کنم که حقیقت بگو کمکت کنم خانم بخم نه خب الان حقیقت اینه که آقای رحم توی این رحمان خواه آوردن نشون دادن دیگه. چه من چیو دارم قایم کنم؟ سنم مشخصه بابا. نشون دادن آقای چی باشی که کمک کنی؟ چیو کمک کنی؟ از چه سال شروع کردیم؟ از چه سال شروع کردیم؟ از سال حدود پنجاب و پنج چلو نو اینطوری ها چلو نو آفره خدایش سمد نوریان خدا وکیلی این پازو چیه؟ سمد یه دوتا هنگ برای توحید بگیری. ببین بعد بخوای همه این بشه بعد به صلاح به جاش بیفته بخونم میونه کلومه. این ببین آهنگا که شما خوندی همین پاییز همه خواننده ها خوندن. اصلا اگه شمینه رو همه خوندن. من نمیدونم اینا آهنگ ندارن چیزی ندارن. چرا این مال ما رو همه دارن برق میزنن از قبل میکشن بیرون؟ نه نه خانمم حالا براتون بگم عرض کنم که من همینه میگم همیشه میگم مثلا فرض میکنه اگر میخواییم از یه خواننده ای حالا یه زن یا مرد میخواییم بخونیم یه جوری بخونیم بهتر از اون. بله